کتاب سبوعیت اثر نیما شهسواری. شرم. مادر، اگر پدر دست به اندامم بزند من یا او مرتکب زشتی شده ایم؟ این سؤالی بود که من در 12 سالگی از مادرم پرسیدم. او با شنیدن این جمله از من خشمگین شد، بر سرم فریاد کشید، مرا به باد ناسزا گرفت و اینگونه خواند: او پدر توست، هیچ کار او بی حکمت نیست. لال شدم، سکوت کردم و همه چیز را به اندرون خوردم. او با قاطعیت پاسخ مرا داده بود، دیگر جای هیچ مقاومتی در میانه نبود. باید میپذیرفتم که او یا من هیچ کار اشتباهی نکرده ایم و بازگو کردن این حرف از من به نزد مادر تنها خشم او را برانگیخته است. سردرگم و کلافه بودم. چرا دستان او برایم تا این حد ناخوشایند و بیمارگونه مینمود؟ چرا کابوس شبهایم تنها نزدیکی پدرم به نزد من بود؟ چرا همیشه خود را از او پنهان میکردم؟ نمیدانم چرا، اما دستان او برای این کرده به میان نیامده بود. دستان او باید که به مهر مرا در آغوش میکشید، باید مرا به خود میفشرد بی آنکه ذره‌ای راه به کابوسهایم بگشاید. اما او که هیچگاه مرا تنگ به خود نفشرد، او که هیچگاه مرا بوسه‌ای نکرد، او که مرا با محبت به سوی خود فرا نخواند. این چه دستی بود که تا کنون به مهر به رویم باز نشد و به یک بار مرا در خود اسیر کرد؟ دستانش به دورم حلقه شد، گریبانم را گرفت، مرا آلوده به جنون کرد. آی پدران، وای مادران، کجایید؟ من آمدم تا بازیچه دستان شما باشم. دستانتان را به روی من بگشایید. گاه و بیگاه این ورد زبانم بود. به سوی مردان و زنان می رفتم. از آنان درباره داشتن فرزند می پرسیدم و آنگاه که می گفتند فرزندی دارند برایشان اینگونه می خواندم: مرا با دستان خود به حسب برید، مرا به خود بچسبانید اگر مهری در دلتان نمانده است. من کثیف بودم، من ناتوان بودم، من بیمار بودم، من را برای بهره جستن آفریده بودند. سالیان سال در طلب آن دستان ایستادم تا شاید باری هم که شده است مرا به مهر به نزد خود فرا بخواند. آرام دستانم را نوازش کند، برایم لالایی سر دهد و آرام به گوشم بگوید: تو دختر من هستی، عاشقانه دوستت دارم. اما آن دست ها هیچگاه اینگونه به نزدم نیامد. آن دست های زمخت مرا هیچگاه تنگ به آغوش نفشرد. دستانم را لمس نکرد و هیچگاه آرامم نکرد. در عوضش برای بار نخست دستی به سویم رسید، دستی بیمهر. نخست بار که به سویم رسید خود را به نزدش فرا خواندم. آخر من همیشه در خواب و به رویا آن دستها را در حال نوازش خود می دیدم و سرآخرش به 12 سالگی نزدیکم شد. از پشت موهایم چرخید و سلانه سلانه به پیش رفت. آنگاه که بر موهایم بود خود را آرام تکان دادم، سرم را به دستانش چسباندم. دوست داشتم نوازشم کند، اما او بی معطلی راه کج کرد و از موهایم دور شد. بغض گلویم را فشرد. من در خواب دیده بودم، من آن دستها را در خواب دیده بودم. او مرا آرام نوازش میکرد، او مرا به خود تنگ میفشرد، دست بر موهایم میبرد و ساعتها آن را نوازش میکرد. چه خبطی از من سر زده بود که دست بر موهایم نماند، حتی باری هم مرا نوازش نکرد. این موهای کثیف و آلوده من باعث این دوری ها بوده است. باید آنها را به آب گرم استحمام کنم، باید آن را به بوی عطر و روغن معطر کنم، باید آنها را زیبا و پاکیزه نگاه دارم تا او بیشتر زمان را در میان موهای آشفته من بگذراند. اما او اینگونه نکرد. دستانش از موهایم به سرعت گذشت و از گردنم سر در آورد. موهای بدنم سیخ شد، نفسم به شماره افتاد و آن دست در گریبانم پیش رفت. پیش رفت و از گردنم گذشت، به پایین تر رسید آنجایی که تازه پستانهایم کمی بزرگ شده بود، به شکل گردو در آمده بود و مدام نوکش درد میکرد. از برآمدگیش بیزار بودم، از اینکه دیگران مرا به آن خواهند دید بیزار بودم. مادر مدام میگفت بزرگ شده ای، آن شرمگاه را بپوشان. شرمنده شدم، شرم همه وجودم را فرا گرفت. به شرم مانده در جانم نظر افکندم و دیدم در حال عبور و بزرگ شدن است. او رشد میخواهد مرا در این شرم به پیش برد و دستها هم به پیش رفت. به پستانم رسید، نفسم ایستاد. پدرم نزدیکم بود، او دستی به سینه‌ام فشرد، نوک پستانم را گرفت و من او را از خود دور کردم. نفس میزدم، از جای برخاستم و از او دور شدم، به اتاقم رفتم، با خود خواندم او مرا به این شرم فرا میخواند. او دیده است که شرمگاه هم مدام در حال رشد آمده و او به من خواهد خواند تو در این شرم از دیگران فزونی خواهی داشت. سینه همسالانم به اندازه من رشد نکرده بود، چرا آنان پستان کوچکتری داشتند و شرم من در حال بزرگ و بزرگتر شدن بود؟ آری میدانم، من از آن نابکاران و پلیدان جهان هستی خواهم بود. من در شرم پرورانده خواهم شد و در این سستی اوج خواهم گرفت. درب اتاقم را از پشت بستم، به پشت درب نشستم و چند بار دست بر پستانم بردم. از بزرگ شدنش بیزارم، ای کاش درون خود میماندی و مرا به این شرم وانه میداشتی. درب کوفته شد، او محکم به درب میزد، او پدرم بود، او به پشت درب آمده و من دیدم که دستانش از زیر درب به پیش آمده است. مدام برایم در آسمان با دستانش خط و نشان میکشد، اشارتش به شرمگاه من است. او میگوید تو به سان هرزگان در آمده ای، این بزرگ شدن پستان نوید هرزگی تو را خواهد داد. دلم آن دستان در رویا را میخواهد، ای کاش نوازشی بر دستانم میکرد، ای کاش دست به لای موهایم میبرد و آرام برایم میخواند دختر زیبای من. اما درب به محکمی باز شد و او به درون اتاق آمد، نه دست به موهایم برد و نه دیگر دست به پستانم کشید، تنها گفت دیوانه شده ای؟ چرا اینگونه میکنی؟ آری من دیوانه شدم. پدران و مادران بیایید مرا دریابید، مرا به دستان خود بسپارید و کودکان را رها کنید. دیوانه، تو دیوانه و مسموم شده ای. من دیوانه و مسموم شدم، آری پدر من دیوانه شدم. او به تعقیب دیوانهش در آمده بود، او من دیوانه را به خود فرا میخواند. از آن پس هر روز به نزدیکم در میآمد و آرام برایم میخواند. دختر دیوانه من، میخواهی با هم بازی کنیم؟ میخواهی من ببینم اندازه پستان تو چقدر است؟ نمیخواهم کسی بداند آنها چقدر هستند، نمیخواهم کسی به شرم من واقف شود. اما او پدر من است، اگر پدر دست به اندامم بزند من یا او مرتکب زشتی شده ایم؟ هرگز، او پدر توست، او صاحب و ولی و بزرگ توست. مادرم این را گفت، پدرم برایم خواند، همسایگان گفتند، همه مردم میخواندند. نمیدانم، اصلا مجالی نبود تا به کسی خوانده شود، کسی را تحمل شنیدن چنین اباطیلی نبود. اگر به کسی میگفتم چه میشد؟ مادرم خشمگین بر سرم فریاد زد، ناسزا به من گفت، هرزه خطابم کرد. نمیدانم، اما اگر دیگری چنین بشنود چه خواهد گفت؟ بیشک مرا هرزه خواهد خواند، شاید کتک مفصلی هم به من بزند. من دیوانه به عمویم هم گفتم، به او گفتم و او به من گفت چگونه به تو دست زده است؟ چیزی نگفتم، ادامه داد به کجای بدنت دست زده است؟ سرم را به زیر افکندم و او گفت شرمگاهت. شرم در تعقیبم بود، همه چیز من را شرماگین کرد. من شرم زده بودم و این بار پدرم آرام دستش را به رانم کشید. قرمز و به رنگ خون در آمدم، پاهایم را به عقب کشیدم و او مرا محکم به خود چسباند، دستش را به درون ران پاهایم برد. شرمگین سر به زیر انداختم و او آرام با دستانش مرا لمس کرد، همه وجودم را لمس کرد. قلبم با فشار در حال بیرون جهیدن بود. دوباره احساس غیب من دست داد و مطمئن بودم اگر غی کنم قلبم را به بیرون خواهم ریخت. اما پدر چهرهش تغییر کرده بود، چشمانش نیمه بسته بود، داغ شده بود و حرارتش تنم را میسوزاند. میسوختم. مرا رها کن، بگذار بروم. گریه میکردم، التماس کردم، مرا رها کن، بگذار بروم، به من دست نزن، من دستت را نمیخواهم. مادر آرام به گوشم میخواند: او پدر توست، هیچ کار او بی حکمت نیست. به رویاهایم لعنت گفتم، از هرچه دست بود بیزار شدم، از مهر کینه به دل بردم و همه را لعنت فرستادم. شما پدر هستید، مرا به دست بفشارید و از کودکان درگذرید. او رنجور خواهد شد، او درد خواهد کشید، او بیمار خواهد بود، دیوانه خواهد شد. مرا راندند، آنان مرا دیوانه خطاب کردند و باز پدرم دست را به روی پستانم فشرد. نفسم را حبس کردم، سینه ها را به تو بردم. لعنت به تو، کوچک شو، کوچکتر باش. من از این شرم و اندام بیزارم، من از بودن بیزارم، من از تو بیزارم، از خودت بیزارم. آری تو با آن اندام بزرگ شده و شرمگاه برون آمده، تو نجاستی، تو همه را تحریک خواهی کرد. بر سر کلاس درس بودم، آنان هم بر من همین را می‌خواندند. معلمم گفت مرد از وسوسه زن به زمین رانده شد. مغازه‌دار محله من گفت زنها ملعونند. متفکران از زشتی زن گفتند و همه مرا به این بیزاری فرا خواندند. مادرم آرام گفت او پدر توست، هیچ کار او بی حکمت نیست. دستش را به روی پستانم فشرده است. های پستانم، های وجودم، وای تنم. بیایید، بیایید مرا در خون خود بدرید. بیایید، بیایید هرچه در وجود من است را صاحب شوید. بیایید، همه چیز من از آن شماست. مادر از عمو چیزی نگفت، اما عمو مدام میپرسید. چشمانش را خمار میکرد، قرمز شده بود، عرق کرده و به من نزدیک میشد. گفت پستانت را گرفت؟ پستانم را گرفت، فشار داد، محکم مرا به خود چسباند. حس کراهت همه وجودم را گرفته بود. با دست او را از خود پس زدم، ضربه زدم و او مستانه‌تر فریاد زد: آری تقلا کن، من تقلای تو را بیشتر دوست دارم. پدر، مادر، عمو، مردان، زنان، من برای بازی تقلا نمی کردم. من برای تحریک تقلا نکردم. من کسی را وسوسه نکردم. فلاسفه، آی متفکران، اندیشمندان و بزرگان، من نمی خواستم بدنم را بدرند. به دادم برسید، مرا دریابید، یکی فریاد مرا بشنود. من نمیخواستم کسی تنم را لمس کند، اما او لباسم را پاره کرد. مدام میگفت تقلا کن، من تقلا کردنت را بیشتر دوست دارم. پدرم نبود، نمیدانم او مرد بود، نر بود، او آلت مردانه‌ای داشت. وای از این نجاست بیزارم، از این کراهت بیزارم، از مرد بیزارم، از مردانگی متنفرم، اما از زن بیشتر بیزارم. زنی برایم میخواند: اگر ما وسوسه نکنیم مردان را به این دیوانگی حاجتی نیست. آنان مرد و به تعقیب شکار، ما صید شدگان خود را برای آنان ناز کرده ایم. نکردم، به هرچه باور دارید نکردم. من خود را برای آنان هیچ نکردم، اما پدرم آلتش را برون آورد. خنجرش به شرمگاه هم رسید. شرم ندارم، من هرزم. آری من هرزم، مرا به هرزگی بخوانید. از آلت مردان بالا میروم، با آن بازی میکنم، آن را به دست میگیرم، هر چه میخواهند برایشان میکنم. آنان مست میشوند، خود را در این حقارت به من میفروشند، واگذار میکنند و تن مرا میدهند. خون نخستین از آلتم را پدرم ریخت. او میگفت این تن بلورین از آن من است، خودم آن را برون داده و باید از او کام گیرم. عمویم هم فریاد میزد به من نیزو را بسپار که من از خون شمایانم. مرا به دست او سپرد هنگاه که از دست خوردن گفتند. هنگاه که او رخصت پدر را شنید، پدر میگفت بیایید این تن را بدرید و از این جان شیرین کام بگیرید. عمو هم درید، عمو نبود، مرد دیگری بود، همسر بود، مستی لایعقل بود، دیوانه‌ای در کمین بود. همه بودند، همه نرینگان، همه با آلتی در دست به سویم آمدند. همه آمدند تا از آن چه آن مرد آفریده است بدرند و لذت ببرند. مادرم برای همهشان خواند، پدرش اذن داده، هرچه میخواهید به حکمت او بکنید. همه هرچه خواستند کردند و حال نیز کسی آنچه دوست دارد میکند. دست به پستانم محکم فشار میدهد، مثل همان بار نخستی که پدرم فشار داد. کسی آلتم را خونین میکند، مثل همان باری که پدرم آن را خونین کرد. او مرا به زیر دست و پایش میکوبید، هر چه میخواهد را کرده است. ببین همه کار میکنند، اما تفاوت من از دیرباز در این است که در آن روزگار اشک ریختم و فریاد زدم و حال هر روز بیشتر از پیش از همگان بیزارم. از تو لذت بیزارم، از پدران، از نرینگان، از مادران و از همگان بیزارم. به سویشان میروم و باز بلند میخوانم پدر بیا و مرا به خانه‌ات ببر. حالا مردان زندار، آنان که کودکی در خانه دارند، بیشتر از همه مرا به خلوت میبرند و هرچه میخواهند با تنم کردند. همه هرچه میخواهند را کردند. آنان با من کردند تا به کودکانشان چشم ندوزند، دست بر آنان نبرند. کار مرد تمام شده است، او لذتش را برد. او به همین لذت همه کار کرده است و من دیدم طفلش را که به سویم دوید. او دوید و مرا در آغوش گرفت. دخترش دستانم را به صورتش کشید و خواست تا او را نوازش کنم. آنگاه آرام به گوشم خواند اگر پدرم دست به اندامم بزند، من یا او مرتکب زشتی شده ایم. مرد میخندید، عمویم قهقهه میزد. مادرم مدام میگفت او پدر توست، هیچ کار او بی حکمت نیست. مادرم این را میگفت و به دور هیبت مرد میچرخید، برایش رقصهای شهوانی میکرد، او را میآراست و او را بال و پر میداد. پدرم هم ایستاده بود، به کودک نگاه کرد، دستانش را در آسمان به نشانه تکان دادن پستانها به هم فشرد و به من چشمکی زد. آنگاه گفت بیا پدرت میخواهد با تو همخوابه شود. من عمری خاموش بودم، لال شدم، خود را خوردم و پیش رفتم. اما حالا آن کودک دست در دست من است. نمیدانم، شاید با او از دیار این نرینگان و مادگان دیوانه دور شوی. شاید او را در دوردستی با خود به پیش بردم. اما میدانم همه جا اینان لولیده اند، همه جا اینان زیسته و همه جا را آلوده کرده اند. شاید به پیش قضات رفتم، شاید رفتم و در کنار کودکی فریاد زدیم اگر پدری دست به اندام کودکش نبنمهر که به لذت زد، او را از میانتان برانید. او آزار است، او معنای آزار است. او زاده شده تا دیگران را آزار کند و هر که به فخر این آزار زنده است، او را جای در میان ما نخواهد بود. بیمار است، مجنون و دیوانه است. هرچه که هست و نیست او را با ما و در میان ما جای نخواهد بود. وای که چقدر کار در پیش است، چه کارها که میتوان کرد. چگونه خود را در بتالت به خرج دهم، چگونه رنج را بمینم و خاموش بمانم. کارهای بسیار در پیش است. حالا من و آن کودک هر دو بسیار کارها خواهیم کرد تا همه چیز را تغییر دهیم، از فکر تا کلام و رفتار همه مادگان و نرینگان. ما تغییریم. عمری به طول خواهد رفت که دوباره زاده شوند جانانی که همه دنیایشان نفی آزار است.